سلام به خبر نیمروز، خوش آمدید. تل‌آویو در شوک. حمله بی سابقه پهپاد یمنی ها به مرکز سیاسی رژیم صهیونیستی با عبور از همه سامانه های ضد موشکی و ضد پهپادی. یک صهیونیست کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای مسلح یمن تأکید می کند که همچنان مناطق عمق اشغالی رژیم صهیونیستی را هدف حملات خود قرار خواهند داد. رسانه‌های صهیونیستی رسیدن پهپاد یمن به تل‌آویو پس از 9 ساعت پرواز را شکست بزرگ توصیف کردند. اختلال فنی گسترده در سامانه‌های حمل و نقلی، درمانی و رسانه‌های جهان. نقص فنی سامانه‌های پیشرفته بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه را مختل کرد. اینجا ایستگاه لیژ پاریس، همونطور که می‌بینید مشکل فنی پیش اومده و همه مسافران در حال خروج از قطار هستند. پیش بینی افزایش دما در هفته پیش رو و احتمال شکست شدن نصاب مصرف برق. وزارت نیرو از مردم خواست با صرفه‌جویی متخصصان صنعت برق را در حفظ پایداری شبکه یاری کنند. و طراحی سامانه هوشمند برای پایش وضعیت باتری های صنایع، افزایش 5 برابری طول عمر و بررسی برخط سلامت باتری و اعلام خطای احتمالی از مزایای این محصول دانش بنیان است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روز بخیر بینندگان ارجمند. مشروع خبرهای ساعت 14 رو تقدیم میکنیم. ضربه شبانه به تل‌آویو. مرکز سیاسی رژیم صهیونیستی دیشب نخستین بار از زمان طوفان الاقصا از طرف ارتش یمن هدف قرار گرفت. ارتش یمن با پهپاد ساختمانی را در مرکز تل‌آویو زد که صهیونیست‌های خارج از تل‌آویو در 10 کیلومتر آن طرف‌تر هم صدایش را شنیدند. طبق اعلام ارتش رژیم صهیونیستی بر اثر این حمله 1 صهیونیست کشته و 10 صهیونیست دیگر زخمی شدند. منابع خبری بریزبان میگویند این هواپیمای بدون سرنشین احتمالاً با ارتفاع کم از راه دریا به تل‌آویو رسیده. به گفته این منابع، پهپاد توانسته از همه لایه‌های سامانه‌های ضد موشکی و ضد پهپادی عبور و به ساختمانی در تل‌آویو برخورد کند. در زمان پرواز این پهپاد بر فراز تل‌آویو هیچ آژیر خطری فعال نشده. رسانه‌های رژیم صهیونیستی این عملیات را شکستی برای سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی توصیف کردند. در پی این حمله نخست وزیر رژیم صهیونیستی سفرش را به آمریکا لغو کرد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد ارتش این کشور برای هدف قرار دادن تل‌آویو از پهپادی جدید استفاده کرد. این عملیات با پهپاد جدیدی به نام یافا انجام شد که قابلیت دور زدن سامانه‌های رهگیری دشمن را دارد و از سوی رادارهای دشمن قابل شناسایی نیست. نیروهای مسلح یمن تأکید می‌کند که همچنان مناطق عمق اشغالی رژیم صهیونیستی را هدف حملات خود قرار خواهند داد.
یحیی سری افزود ارتش یمن بانک هدفهایی در فلسطین اشغالی دارد که از جمله آنها هدفهای نظامی و امنیتی حساس هستند و در واکنش به کشتار و جنایت روزانه دشمن صهیونیست هدف قرار خواهد گرفت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرده عملیات ارتش یمن تا توقف جنگ و محاصره غزه ادامه خواهد داشت. حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن به قلب تل‌آویو با واکنش‌های گسترده و تند محافل صهیونیستی مواجه شده است. وزیر داخلی رژیم صهیونیستی اذعان کرده امنیت را در اسرائیل از دست داده ایم و شرایط از خطوط قرمز عبور کرده. لیبرمن از سران احزاب صهیونیست‌ها هم گفته وقتی نمی‌توان از حمله به کریات شمونه و ایلات یا همان عمرش راش جلوگیری کرد، باید منتظر حمله به تل‌آویو بود. رسانه های صهیونیست اعلام کردند سیستم های رصد زمینی، دریایی و هوایی نتوانستند پهپاد را از لحظه ورود به حریم هوایی تا رسیدن به تل‌آویو رصد کنند و این ناتوانی عملیاتی بزرگی است. این رسانه ها عملیات پهپادی بامداد امروز را شکستی مشابه عملیات 7 اکتبر مقاومت فلسطین توصیف کردند. وبسایت آمریکایی آکسیوس اعلام کرده حمله به تل‌آویو در سحرگاه امروز یکی از خطرناک‌ترین حملات از 7 اکتبر تا کنون است. مجله آمریکایی نیوزویک هم نوشت حمله یمن به تل‌آویو یکی از مخربترین حملات به امنیت اسرائیل از 7 اکتبر تا کنون است. یائیر لاپید رئیس مخالفان نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته کابینه نتانیاهو توان تأمین امنیت اسرائیلی ها را در هیچ نقطه‌ای ندارد. در این حال ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد پهپاد رصد شده اما به علت اشتباه انسانی سرنگون نشده است. یک عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت حمله پهپادی مقاومت یمن به تل‌آویو آغاز عملیات‌های گسترده در آینده است. حزام اسد با بیان این که وارد مرحله راهبردی جدیدی در عملیات علیه دشمن شده این مفسود، دشمن صهیونیستی باید حضور ما را در همه شهرهای خود احساس کند. عملیات مقاومت یمن تا زمان توقف تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه ادامه خواهد داشت. بله، همطور که گفتیم وبگاه آمریکایی آکسیوس حمله پهپادی سحرگاه امروز به تل‌آویو را یکی از خطرناک‌ترین حملات از ابتدای جنگ غزه تا کنون توصیف کرده. نیویورک تایمز هم انفجار پهپاد در تل‌آویو را بسیار بزرگ توصیف و به نقل از شاهدان عینی اعلام کرده صدای این انفجار از مایل‌ها دورتر شنیده شد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم فاش کردند که پهپاد یمنی‌ها علاوه بر پدافند اسرائیل از تور پدافندی آمریکایی‌ها هم عبور کرده و پس از 9 ساعت پرواز به تل‌آویو رسیده. این پهپاد صبح امروز پس از برخورد با یک ساختمان منفجر شد. بر اساس گزارش رسانه‌ها صدای انفجار پهپاد در مرکز تل‌آویو از فاصله بیش از 40 کیلومتری شنیده و قبل از انفجار هیچ آژیر حمله هوایی فعال نشد. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده در حالی که 6 فروند جنگنده بر فراز سرزمین‌های اشغالی در حال پرواز بودند اما هیچ کدام نتوانستند پهپاد یمنی‌ها را شناسایی کنند و این یک شکست بزرگ برای ارتش اسرائیل است. خب اما درباره عملیات پهپادی نیروهای مسلح یمن گفتگو میکنم با سهیل کثیری نژاد، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی. آقای کثیری نژاد سلام، بفرمایید این عملیات از چه جهت اهمیت داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. ابعاد اهمیت این عملیات بسیار گسترده است. یکیش این هستش که این عملیات از سمت دریا به سمت شهر تل‌آویو انجام شد. این نشون میده که مقاومت یمن نه تنها میتونه بر باب المندب
تسلط داشته باشه، بلکه حتی میتونه رژیم صهیونیستی رو و مسیرهای ترابری دریایی منتهی به اون رو در دریای مدیترانه هم مورد آسیب و حمله قرار بده، که خب این تبعات بسیار زیادی برای اسرائیلیا خواهد داشت از حیث اقتصادی. نکته بعد این هستش که خب این عملیات بعد از حدود 6 ماه ائتلاف آمریکایی و بریتانیایی و چند کشور عربی دیگه در منطقه علیه یمن داره انجام میشه. یعنی ما 6 ماه حملات این ائتلاف رو علیه یمن دیدیم و تازه بعد از این 6 ماه نیروهای یمن از پهپاد جدید رو نمایی میکنن. این معنیش اینه که این حملات هیچ تأثیری در کاهش توان مقاومت یمن نداشته، بلکه اتفاقا اون رو افزایش داده و حالا نیروهای مقاومت در یمن از پهپادهای جدید میتونن استفاده بکنن، پهپادهایی که شناساییش هم به این راحتی برای نیروهای ائتلاف آمریکایی و حتی خود اسرائیلی‌ها امکان پذیر نیستش. از ابعاد دیگرش و اهمیت دیگرش این بحث هستش که تو زمان بسیار مناسبی انجام شد. یعنی ما در هفته گذشته شاهد افزایش سطح حملات نیروهای مقاومت علیه اسرائیل بودیم، به خاطر اینکه خب اسرائیلیا تهدید علیه اینکه بخوان جبهه‌ها رو گسترش بدن مثلا در جبهه لبنان یا جای دیگری مطرح کردن و حالا مقاومت یک پله عملیات‌ها رو گسترش داد. از جبهه شمال حزب الله لبنان شهرهایی رو که تا حالا مورد حمله قرار نمی گرفت مورد اصابت قرار میده، مثل نهاریا، و حالا یمن مستقیما خود تل آویو رو مورد حمله قرار میده، که این نشون میده این توانایی وجود داره و میتونه با شدت بیشتری علیه اسرائیل فشار وارد بکنه. ضمن اینکه خب در آستانه سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا بود، این سفر بسیار سفر مهمی قرار بود باشه و نتانیاهو قرار بود که با رئیس جمهور آمریکا ملاقات بکنه، ملاقات رسمی، به شدت به این ملاقات احتیاج داره. مستظرید از موقعی که جنگ شروع شد رئیس جمهور ایالات متحده چندان تمایل نداشت به اینکه با نتانیاهو دیداری داشته باشه، به جز یک یا دو دیدار خیلی محدود غیر رسمی که توی کاخ سفید هم نبود، دیگه دیدار دیگری نداشتن. خاطر همین نتانیاهو بسیار به این دیدار نیاز داشت که بتونه یک حمایتی رو جلب بکنه. و از همه اینا شاید مهمتر این بحث هستش که اسرائیلی‌ها دل خوش کرده بودن به اینکه اگر بتونن حمایت ایالات متحده و سایر مؤتلفین خودشون رو جلب بکنن، میتونن در مراحل بعدی جنگ رو گسترده‌تر بکنن. حالا این حمله نشون داد که این ائتلافی که قراره از اسرائیل حمایت بکنه خودش دچار مشکله و به این راحتی نمیتونه علیه توان پدافندی، توان پهپادی و موشکی یمن اقدام بکنه و طبیعتاً تو مرحله بعدی ملاحظات بیشتری رو اسرائیلی‌ها برای حملات به سایر جبهه‌ها خواهند داشت. خیلی متشکریم از شما آقای کثیری نژاد، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی، با شما خداحافظی می‌کنیم. هیئت مدیره بندر ام رشراش در جنوب فلسطین اشغالی هشدار داد به علت تعطیلی 8 ماهه بخش‌های مختلف این بندر، نیمی از کارکنان آن را اخراج خواهد کرد. هیئت مدیره بندر ام رشراش رسیدن کمک‌های فوری تل آویو برای جلوگیری از اخراج کارکنان را خواستار شده است. ام رشراش قبل از جنگ اصلی ترین بندر برای واردات خودرو و دومین بندر واردات دیگر کالاها به سرزمین‌های اشغالی بود، ولی از ابتدای امسال هیچ خودرویی از این بندر وارد نشده است. ارتش یمن از آبان سال گذشته در پاسخ به جنایت‌های صهیونیست‌ها در غزه کشتی‌هایی را که به سمت این بندر در حرکتند هدف قرار می‌دهد. بندر ام رشراش در شمال دریای سرخ قرار دارد و کشتی‌ها برای رسیدن به آن باید از جنوب و شرق یمن عبور کنند. رژیم صهیونیستی یکی دیگر از مدارس وابسته به سازمان ملل در غزه را بمباران کرد. نهاد امدادرسانی سازمان ملل آن را اعلام کرده در حملات ارتش اسرائیل به مدرسه‌ای در منطقه زیتون در شهر غزه که در آن آوارگان فلسطینی پناه گرفته بودند، دست کم 2 نفر شهید و 8 تن دیگر هم زخمی شدند. حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در اردوگاه آوارگان نوسیرا در مرکز نوار غزه هم 6 شهید و 15 زخمی بر جای گذاشت که بیشتر شهدا و زخمی‌ها زنان و کودکان هستند. Thank you.
در حمله بامداد امروز هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر به ساختمان مسکونی در اردوگاه آوارگان البریج در مرکز نوار غزه هم 5 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. خانه‌ای در شهرک القراره در شمال خان یونس در جنوب نوار غزه هم هدف حمله هوایی اشغالگران قرار گرفت. بانک اهداف رژیم صهیونیستی همچنان بعد از گذشت 9 ماه تغییر نکرده. یا اندک خانه هایی است که در این 9 ماه هنوز ستونهایش در برابر بمباران صهیونیست ها مقاومت کرده، یا چادرهایی است که در اردوگاه هایی برپا شده که اتفاقا امن خوانده شده بودند. جیش الاحتلال الاسرائیلی کان قد حدد هذه المناطق بانها مناطق امنه. ارتش اسرائیل این مناطق را امن اعلام کرده بود و از مردم خواسته بود که در این مناطق پناه بگیرند. بعد از اینکه آوارگان در این مناطق مستقر شدند، اقدام به حمله به این مناطق کرد. یا مدارسی که شاید تنها دلخوشی کوچک کودکانی باشد که ماهاست یا داغدار شدند یا آواره. فرقی نمی کند که این مدارس فلسطینی باشد یا حتی وابسته به سازمان ملل. شرم‌آور است. نهاد آوارگان سازمان ملل بار دیگر همچون سال 2014 مورد حمله قرار می‌گیرد. مساجد و اماکن مذهبی و حتی کلیساها هم هنوز جزء بانک اهداف رژیم صهیونیستی هستند. مکان‌های عبادی باید محفوظ بمانند. در طول تاریخ این مکان‌ها پناهگاه آخر انسان‌ها بودند. بیمارستان‌ها هم از دیگر اهداف حملات کورکورانه صهیونیست‌ها در 9 ماه گذشتند. بیمارستان‌هایی که می‌گفتند محل استقرار نیروهای حماس هستند. اما بعد از بمباران خبری از حماس نبود. بعد از حمله به بیمارستان ها صهیونیست ها چند سربند، جلیقه، خشاب، لوح فشرده و یک قبضه اسلحه نشان دادند و اینکه گفتن اینجا محل استقرار حماس بوده. باید بگویم که کوه موش زایید. حملات کورکورانه صهیونیست ها بیش از 9 ماه است که قربانی می گیرد، آن هم از این قش، زنان و کودکان. بدون اینکه خبری از تحقق اهداف صهیونیست ها در غزه به گوش برسد و یا حتی خودشان امیدی به تحقق آن داشته باشند. حماس فقط یک سازمان مسلح نیست، بلکه یک تفکر است که در جان مردم نفوذ کرده و اگر انتخابات آزاد در نوار غزه برگزار شود، حماس با رأی بالا پیروز خواهد شد. کسی که ادعا میکند به زودی حماس را نابود میکنیم و اسرا را باز میگردانیم در توهم به سر میبرد. مجتبی شاه سونی، خبرگزاری صدا و سیما. در حمله هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به 2 منطقه در جنوب لبنان 23 نفر شهید و مجروح شدند. با همکارم مستقر در مرز لبنان با فلسطین اشغالی همراه میشیم. آقای عظیم‌زاده سلام، بفرمایید حملات رژیم صهیونیستی به کدام مناطق بوده و آمار دقیق شهدا و مجروحان رو بفرمایید، اینکه آیا تا الان اضافه شده به این آمار یا خیر؟ خانم حسین‌زاده، بینندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی اوایل شب گذشته به مناطق جنوب غربی لبنان به صفد بطیخ و مجدل سلم حمله کردند. در جریان این حمله نظامیان صهیونیست در اینجا، یعنی در صفد بطیخ، همونطور که میبینید این ساختمان 3 طبقه به شکل کامل ویران شده. در این حمله نظامیان صهیونیست 2 نفر به شهادت رسیدند و همچنین 18 نفر مجروح شدند. منطقه صفد بطیخ دقیقا در مقابل پایگاه العباد نظامیان صهیونیست و همچنین پایگاه المناره نظامیان صهیونیست قرار داره. شما الان دارید پایگاه العباد نظامیان صهیونیست، بزرگترین پایگاه نظامیان صهیونیست در محدوده نوار مرزی و منطقه اسبع جلیل در شمال سرزمین‌های اشغالی رو می‌بینید. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با 2 موشک به صفد بطیخ حمله کردند. یک ساختمان 3 طبقه رو همونطور که گفتم به شکل کامل
کامل تخریب کردن. 8 ساختمان دیگه هم که در اطراف این ساختمان قرار داشت، این ساختمان ها هم بین 15% تا 50% بهشون آسیب وارد شد. الان همکار بنده بهتون نشون خواهد داد که شدت تخریب این موشک هایی که توسط نظامیان امریکایی، موشک های سنگین و سنگرشکنی که توسط نظامیان امریکایی اهدا شده تا جنگل. بله، ارتباط ما با آقای عظیم‌زاده در جنوب لبنان با مشکل مواجه شد. از شما عذرخواهی می‌کنیم و خبرها را ادامه می‌دیم. مردم سعده یمن بار دیگر در تجمعی میلیونی انزجار خود را از جنایت‌های بیشمار و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه ابراز کردند. یا للعار، یا للعار، یا تجمع کنندگان همچنین از حملات ارتش یمن به سرزمین های اشغالی و کشتی های مرتبط با رژیم صهیونیستی اعلام حمایت کردند. راهپیمایی این هفته یمنی ها با شعار ثابت قدم همراه با غزه به کوری چشم همه مزدوران برگزار می شود. برگزاری راهپیمایی جمعه های خشم و انزجار از جنایت های رژیم صهیونیستی در چند استان کشورمان. نمازگزاران در استان های اصفهان، خراسان رضوی، فارس و مرکزی پس از اقامه نماز جمعه با محکوم کردن جنایت های رژیم صهیونیستی و حامیان غربی و آمریکایی آن، حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند. خطیب نماز جمعه تهران با تجلیل از ایستادگی مردم یمن در کنار مردم مظلوم فلسطین گفت عملیات پهپادی سحرگاه امروز هشداری جدی به رژیم صهیونیستی برای توقف جنایات در غزه است. این پهپاد اقتدار آفرین هشدار دیگری است برای پایان یافتن تجاوزات درندگان صهیونیست. خطیب جمعه تهران همچنین برگزاری شایسته انتخابات و انتقال متین قدرت را نشانه بالندگی ملت ایران دانست و از همه مردم و فعالان سیاسی خواست همکاری صمیمانه با دولت جدید را برای پیشبرد امور کشور در دستور کار قرار دهند. منافع ملی، شرایط اقتصادی کشور اقتضا دارد همگان، آحاد زنان و مردان و جوانان، با الهام از پیام تبریک پرمعنای رهبر معظم به ملت عزیز و رئیس جمهور منتخب، با نیک اندیشی و همکاری رفتارهای رقابتی دوران انتخابات را به هنجارهای رفاقتی تبدیل کنند. اختلال فنی فعالیت رسانه‌ها، بیمارستان‌ها، بانک‌ها، بورس‌ها، تلویزیون‌ها و فرودگاه‌ها را در جهان مختل کرده. بسیاری از خطوط هوایی در نقاط مختلف جهان از جمله در آمریکا، آلمان، اسپانیا، انگلیس، فرانسه و هلند اعلام کردند به علت اختلال فنی و مشکل در ارتباطات پروازها متوقف شده. خطوط هوایی ترکیه، امارات، هنگ کنگ و رژیم صهیونیستی و هند هم اعلام کردند که اختلال فنی جهانی فعالیت این شرکت‌ها را مختل کرده است.
بزرگترین شرکت بهره برداری راه آهن در انگلیس هم با مشکلات فنی گسترده مواجه شده. برخی منابع در بخش نفت و گاز هم به رویترز گفتند چندین دفتر اصلی نفت و گاز در لندن و سنگاپور به علت اختلال اینترنت با مشکل مواجه شده. فعالیت بانک‌های بزرگ جهان تحت تأثیر این اختلال گسترده قرار گرفته است. فروشگاه‌های بزرگ با هرج و مرج در صندوق‌های پرداخت مواجه شدند. حساب کاربری مایکروسافت 365 در شبکه‌های اجتماعی این اختلال را تایید و اعلام کرده، در حال بررسی مشکل. بنابر اعلام مایکروسافت، قطعی‌ها از حدود ساعت 1:30 بامداد جمعه آغاز شده، ولی مشکل رو به کاهش است. اما گفتگو میکنم با آقای علمیه، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات. آقای علمیه سلام بر شما، تحلیلتون از این اتفاق و اختلال و احتمالاتی که ممکنه اتفاق بیفته چیه؟ سلام و عرض ادب، وقت هم از دان بخیر. ببینید، این بار اولی نیستش که ما اتفاقات عجیب غریب از این جنس تو فضای سایبری دنیا داریم، ولی این سری یک تفاوت عمده‌ای رو حالا ما شاهد هستیم، اینه که نمیدونن داره چه اتفاقی میفته. از دیروز بعد از ظهر که خب این خبر پخش شد و ما شاهد اختلالات بودیم تو حوزه‌های مختلف، که اولش هم خیلی سریع توی رسانه‌ها و توی بورس لندن شاهدش بودیم، یعنی اولین جایی که واکنش نشون داد بورس لندن بود و رسانه‌ها، شبکه‌های ABC، شبکه‌های خبری. ولی ما می‌بینیم که مثلا امروز طبعا 2 ساعت پیش وزارت درمان انگلستان اعلام کرد که دسترسی به پرونده‌های دیجیتال، پرونده‌های الکترونیکی بیماران وجود نداره، بنابراین کسی اگر مشکلی داره با پزشکش تا جایی که ممکنه تماس نگیره و الان دارن نسخه دستی می نویسن. این خب این بود جدید، یعنی کسی فکر نمی کرد که دیگه این اختلال سرویس اینقدر موثر باشه. حالا اینکه خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم از کجا اومده و چرا همچین اتفاقی افتاده، ببینید ما اگر ابعاد و کامپوننت ها، بخش های اصلی شبکه اینترنت رو بخوایم بشناسیم و نگاه بکنیم، ما یک سرویس پرووایدر اصطلاحا داریم، کسی که داره خدمات ارائه میده، ارائه دهنده خدمات، که اینجا یکی از این اعضا شرکت مایکروسافت و سرویس های مایکروسافت بوده که به مشکل خورده. بخش دیگه کاربران هستن که ما هستیم، بانکان، خدمت شما رزن که شبکه های خبری هن، شرکت ها و مؤسسات هستن. یک بخش هم بستر ارتباطی، یعنی ارتباط بین اینها. اتفاقی که الان افتاده، خب خود سرویس های اصطلاحا زیرساختی مایکروسافت، سرویس های ابری شرکت مایکروسافت که به چالش خورده، اومده رو تمام اینها هم تاثیر گذاشته. شرکت ها، یه مثال من بزنم خدمتون، الان توی امریکا توی چند تا فرودگاه، توی نیوزلند، حالا من ایران، توی ژاپن، استرالیا، فرودگاه ها به مشکل خوردن. اسپانیا رو ما داریم، آمستردام رو داریم. اینجا بله خدمت شما عرضم که بردا رو خاموش کردن، چون دیگه توی بردای دیجیتالی که تو فرودگاه هست اسم پرواز و ساعت پرواز اومدن با وایت بورد یا با روی مقوا با ماجیک دارن مینویسن. به مسافر کارت پرواز روی کاغذ، روی مقوا با خودکار دست نویس دارن میدن. درست. چون نکات به لحاظ عملیاتی، اصطلاح هم لحاظ اپریشن، فرودگاه داره کارشو میکنه، ولی تبادل اطلاعاتی که دچار وقفه شده. ظاهرا هم حدود 1 ساعت پیش شرکت مایکروسافت یک بیانیه‌ای داده و اعلام کرده به صورت رسمی. قبل از اون از دیشب هم میگفتن که سرویس ابری مایکروسافت به مشکل خورده به خاطر یک آپدیت و یک بروزرسانی معیوبی که روی زیرساخت یکی از آنتی ویروس ها بوده. خدمت شما عرضم که این شروع داستان بوده. ما الان ابتدای این داستان هستیم. خب مهندسین شرکت مایکروسافت ظاهرا بخشی از این مسئله رو حل کردن. کشورهای مختلف هم سرویس های جایگزین دارن ایجاد میکنن. من یه مثال داخلی بخوام بزنم، حالا ما خیلی الحمدلله خدا شکر توی کشور عزیزمون درگیر این مسئله شدیم، شاید خیلی از کاربرانم اگر این خبر پخش نمیشد متوجه نمیشدن. این رو هم من میخواستم از شما بپرسم، علت این که ما دوچار این مشکل نشدیم چون اختلال جهانی هست چیه و آیا ممکنه در ساعتهای آینده کشور ما هم دوچار این مشکل بشه؟ میگن عدو شود سبب خیر. ببینید همین تحریم هایی که کردن و عدم دسترسی هایی که ما نداشتیم و نداریم امروز، خب خیلی جا باعث ضرر بوده، باعث خسارت بوده، باعث اذیت شدن کاربران بوده یا بالا رفتن یه سری هزینه های عملیاتی داخل کشور. اینی که شرکت های، یه سوال من اینو حالا سوال خودم مطرح بکنم، بله. خب مایکروسافت اگر به مشکل خورده، چرا پس فرودگاه به هم میریزه؟ چرا شبکه بهداشت و درمان انگلستان به هم میریزه؟ چرا بانک به هم میریزه؟ ببینید این شرکت های بزرگ، شرکت های مثل مایکروسافت،
شرکت‌های مثل گوگل، شرکت‌های مثل آمازون، همون آمازونی که ما ازش می‌شناسیم به اسم خرید و فروش کالا که سایت فروش آنلاین محصولاته، اینا یه سری خدمات عمده‌تر دارن ارائه میدن در بستر اصطلاحاً زیرساختی اینفراستراکچر. خب وقتی که اینها توی ایران تحریم شده، سالهاست تحریم، متاسفانه تحریمای از اون طرفی هم هستش. بله. خب ما دسترسی نداشتیم، بنابراین داخل خود کشور اومدن جایگزین کردن بخشهایی رو. خصوصا تو 3-4 سال گذشته این جایگزینی ها و این بهینه سازی ها سطح خیلی خوبه. هایی که بومی سازی شده. بخش عمدهش بومی سازی، بخش حالا نمیتونیم ادعا کنیم بگیم بخشش هم بومی سازی کردیم. نه، بومی سازی شاید جاهر نکرده باشیم، ولی داخل خودمونه. دیگه این نیستش که ما مثلا شبکه بهداشت انگلستان رفته باشیم از شرکت مایکروسافت توی امریکا یک بخشی رو بابت نگهداری اطلاعات تحت عنوان دیتابیس اجاره کرده باشیم ابری. اینو خودمون اینجا داخل داریم. درست. بنابراین احتمال اینکه سرویس های زیرساختی اصلی به مشکل بخوره به شدت کمه، ولی کلا پهنای باند اینترنت و ترافیک بین الملل تو دنیا به شدت آشفته است. بله، خیلی متشکریم آقای علمی، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات. افزایش 9% مصرف برق در کشور. به گفته مدیر مرکز بهره برداری و کنترل شبکه برق کشور، استانهای خوزستان، تهران، البرز، گلستان و کرمانشاه افزایش بی‌رویه مصرف برق دارند، به طوری که امسال میزان مصرف برق در مقایسه با مدت مشابه پارسال 6000 مگاوات افزایش یافت. ثبت نصاب‌های پیاپی مصرف برق در کشور. پنجمین بار بود که رکورد بیش از سال گذشته رو امسال پشت سر میگذاشتیم. به گفته مدیرعامل شرکت توانیر، 40% برق کشور رو کولرها مصرف میکنن. یعنی از هر 10 نیروگاه کشور، 4 نیروگاه مشغول تولید برق برای کولرها و وسایل سرمایشی هن. مصرف کولرها در کشور حدود 32000 مگاوات هست اثر بارهای سرمایشی که 40% تولید برق نیروگاه کشور رو به خودش اختصاص میده. برای کاهش مصرف برق وسایل سرمایشی که یکی از عمده ترین بازیگران در رشد مصرف برق به شمار میروند، چند سالی است که کولرهای آبی BLDC یا کم مصرف تولید و روانه بازار شده. این یکی از کولرهای نسل جدیده که علاوه بر این که موتور تغییر کرده، تقریبا میشه گفت تمام تغییرات رو ما روی جزء کولر داریم. بدنه دیگه فلز نیست، بدنه پلیمره که باعث میشه هم وزن کولر سبک‌تر بشه، هم جذب نور آفتاب نداشته باشه و هم در مقابل آب دیگه زنگ زدگی و پوسیدگی نداشته باشه که باعث میشه دمای داخل خود کولر همیشه خنک‌تر باشه و کولر مجبور نباشه اول خودش رو خنک کنه بعد خنکیشو به محیط ما بده. استفاده از این کولرها علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف برق، مبلغ قبض برق رو هم کاهش میده. وقتی داریم از این کولر استفاده میکنیم، به ازای هر کیلووات ساعت کاهشی که اتفاق میفته، انتظار داریم هلوش 1500 تومان کاهش رو داشته باشیم و با توجه به مصرفی که اتفاق میفته و زمانی که استفاده میشه، تقریبا اگه بخواد 50 کیلووات ساعت یا 60 کیلووات ساعت یا بیشتر بسته به کولر داره که چقدر استفاده میکنیم، میتونه هلو تا 100 تومان در واقع در ماه قبض برق رو کاهش بده. همکنون در کشور 20 میلیون کولر آبی و 10 میلیون کولر گازی وجود دارد که به گفته تولید کنندگان کولرهای کم مصرف، با استفاده از این نوع کولرها میتونیم سالانه 5500 مگاوات، یعنی معادل 5 نیروگاه اتمی بوشهر، صرفه جویی برق داشته باشیم. مظفری، خبرگزاری صدا و سیما. بله، بر اساس پیشبینی ها از فردا دو هفته بسیار گرم با دست کم افزایش 1.5 درجه دما در مقایسه با میانگین بلند مدت در پیش رو خواهد بود. به گفته سخنگوی صنعت برق، با هر 1 درجه افزایش دما 1800 مگاوات به بار شبکه برق افزوده میشه. آقای رجبی مشهدی، مدیر عامل شرکت توانیر همراه ما، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. با توجه به ورود این جبهه هوای گرم به کشور، به ما بگید چه تدابیری در نظر گرفته شده و همچنین سفارش‌های شما به مشترکان بخش خانگی و تجاری برای مدیریت مصرف برق چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی خانم حسین‌زاده و همچنین هموطنان عزیز. همینطور که فرمودید، دو هفته بسیار گرم رو پیش رو داریم که انشالله باید با تأمین برق پایدار و همکاری مردم عزیزمون پشت سر بگذاریم. همینطور که اشاره فرمودید، به ازای هر 1 درجه افزایش دما 1800 مگاوات ما به میزان مصرف برق کشورمون اضافه میشه. این سامانه یا جبهه گرم
تنها برای کشور عزیزمون ایران نیست، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم تحت تاثیر این موج گرما قرار گرفتن و اختلالاتی در تامین برقشون شاهد بودیم. کشور کویت جداول خاموشی رو منتشر کرد، اما به لطف خداوند متعال تا این لحظه شبکه برق کشور پایدار بوده و ما تونستیم برق رو تامین بکنیم. اما برای این دو هفته‌ای که بسیار گرم هست و پیش‌بینی‌ها حاکی از این هستش که ما نصاب‌های جدیدی رو می‌زنیم، باید همه هموطنان عزیز کمک بکنن که این قله‌های مصرفی که اتفاق می‌افته رو انشالله با کمک اونها پشت سر بگذاریم. حتی توضیح بدم خدمت مردم عزیزمون، همه صنعت برق بسیج شدن در نیروگاه‌ها، در شبکه‌های برق جانفشانی می‌کنن که نمونه‌های اون نیروگاه رامین رو مردم عزیزمون ملاحظه کردن برای اینکه این تامین برق به صورت پایدار صورت بگیره. حتی اگر برق هم داشته باشیم، ممکنه شبکه‌های برق تحت فشار سنگین قرار بگیرن و امکان تامین نباشه. نیازمند این هستش که مردم عزیزمون مشارکت بیشتری داشته باشن. اولا اینکه مشترکان بزرگ صنعتی و عمده مشترکان کشاورزی، سایر مشترکان اداری و بخش عمومی کشور باید برنامه‌های مدیریت مصرف رو طی این دو هفته به طور کامل و به صورت دقیق ان شاءالله رعایت بکنن که بتونیم این دوره رو پشت سر بگذاریم. مشترکان خانگی خیلی پر مصرف و بد مصرف که میزان مصرف اونها بیش از 2.5 برابر الگو است، تعدادشون محدود است، حتما رعایت بکنن. در صورت عدم رعایت ما ممکنه که مجبور بشیم به قطع برق اونها و انشالله فردا ساعت 6 صبح جلسه رو با حضور وزیر محترم نیرو در اتاق بحران مرکز دیسپاچینگ ملی برق ایران برگزار خواهیم کرد. خیلی متشکرم. تصمیمات اتخاذ شده در اون انشالله به سمع و نظر مردم عزیزمون خواهد رسید. انشالله. ممنون از شما آقای رجبی مشهدی، مدیر عامل شرکت توانیر. سلام عرض می‌کنم حضور شما هموطنان گرامی. در 24 ساعت گذشته گرم‌ترین نقطه کشورمون شوش در استان خوزستان بوده با حداکثر دمای 51 درجه و خنک‌ترین نقطه هم سراب بوده با حداقل دمای 11 درجه. بین مراکز استان‌ها هم اهواز با حداکثر دمای 50 درجه گرم‌ترین مرکز استان بوده. در 24 ساعت آینده پیش‌بینی ما بر این هستش که در بخش‌هایی از شمال غرب کشور، استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، بخش‌هایی از سواحل خزر، خراسان شمالی، مناطق شمالی خراسان رضوی، ارتفاعات البرز، همچنین بخشایی از جنوب غرب استان کرمان، مناطقی از مرکز و ارتفاعات کرمان، جنوب شرق استان فارس، ارتفاعات شمال هرمزگان و همچنین مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو شاهد باشید. همزمان با بازگشت زائران کربلای معلا به کشور، خبرها و تصاویر منتشر شده از ازدحام زائران حسینی در آن سوی مرز مهران در مرز زرباطیه عراق حکایت دارد. برای اطلاع بیشتر از اوضاع مرز مهران گفتگو میکنم با فرماندار شهرستان مهران. آقای شفیعی سلام، آمار شما از بازگشت زائران تا این ساعت چیست؟ تردد الان چطوره؟ و بفرمایید علت ازدحامی که تصاویرش منتشر شده چیه؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان، هم میهنان عزیزمان در اقصا نقاط کشور. همونطوری که در بخش‌های قبل خبری عزیزانمون به سمع و نظر ملت عزیز ایران رساندن، مرز بین المللی مهران کماکان مرز پرتردد با کشور عراق است، به طوری که از ابتدای ماه محرم تا این لحظه 258,000 تردد از پایانه مرزی شهید سلیمانی به ثبت رسیده. از این میزان 145,000 نفر خروج از کشور به سمت عتبات عالیات داشتیم و حدود 113,000 نفر تا این لحظه از عزیزانمون به داخل کشور مراجعه نمودن. با این آمار می شود گفت که حدود 30,000 نفر دیگر از عزیزان ما هنوز در کشور عراق حضور دارند که پیش بینی میشه امشب و فردا انشاءالله این عزیزان هم به کشور مراجعه بفرمایند. در خصوص ازدحامی که در امروز صبح در پایانی زرباطی عراق خدمت شما عرض کنم در فضای مجازی پخش شد، خب همونطوری که استحضار دارید این 145,000 نفر
از ابتدای محرم تا الان به کشور عراق سفر کردند و بعد از زیارت عاشورای دیروز بلافاصله اینها ظرف دو روز همگی به مرز مهران مراجعه میکنند. طبیعتا یک ازدحام مقطعی به وجود میاد. بلافاصله ما امروز صبح به همراه همکاران شما در صدا و سیما با فرماندار محترم بدره عراق هماهنگ کردیم، تعداد گیت ها رو از 10 به 20 تا افزایش دادن و ظرف کمتر از 40 دقیقه اون ازدحامی که پشت گیت ها بود به داخل کشور مراجعه کردن. خب آقای شفیعی، بحث انتقال این عزیزان از دیروز تا الان حدود 500 دستگاه اتوبوس از مهران خدمت شما عرض کنم. بله بله، من می‌خواستم همین رو از شما بپرسم، بگم بفرمایید. که آیا علت ازدحام به خاطر حالا وسایل نقلیه ناکافی برای انتقال زائران هست که شما دارید میگید که گویا 500 دستگاه اتوبوس در نظر گرفتید برای انتقال زائران، آیا این 500 دستگاه اتوبوس کافی است؟ نه، از دیروز 500 دستگاه اتوبوس صورت وضعیت ثبت کردن، به استانهای مقصدشون رفتن. الان هم در پایانه شهید سلیمانی حدود 30-40 دستگاه اتوبوس آماده کار هست و فراخوانی که دادیم بیش از 100 دستگاه در مسیر منتهی به پایانه مرزی شهید سلیمانی از استانهای کشور هستند. سیستم خنک‌کننده ما از ابتدای ورود به کشور خدمت شما عرض کنم خدماتی لازم رو میدن، آب خنک توسط دستگاه‌های اجرایی شهرستان داره توزیع میشه، هیچ گونه مشکلی خدا را شکر ما تا این لحظه برای نقل و انتقال عزیزانمون به استانهای مقصدشون نداریم. خیلی متشکرم از شما آقای شفیعی، فرماندار شهرستان مهران. یزدی ها در 13 روز ماه محرم هم عزاداری کرد. بر اساس یک سنت دیرینه در این مراسم روحانیان از عزاداران استقبال و پذیرایی می کنند. مراسم سنتی 13 محرم در یزد. خدمت 100 ساله داره، بالای 100 سال. ما بچه کوچک بوده اینجا فعالیت داشته، همه هیئت ها میمدن عزاداری میکردن، از صبح بعد نماز شروع میشده تا صلات ظهر. در این مراسم هیئت های عزاداری با حضور در مسجد ملا اسماعیل یزد عزاداری کردند. سنتیه که همه هیئت آجا جمع میشن و میان به عزاداری میکنن برای سوم شهیدان کربلا. و هیئت روحانیت هم اولین هیئتی بوده که در این مجموعه وارد شدن و به عزاداری پرداختن. هر کی میاد پا رو زد اذن زیارت میخواد. همه ارادت بنده امام حسین عظیم میام عزاداری میکنیم خالصانه. در این مراسم روحانیون و طلاب یزدی میزبان هستند و از عزاداران با قهوه یزدی پذیرایی می کنند. رفقا بیان ما غم یاد قدیم ها بکنیم، یاد اون قدیمی های اهل معنا بکنیم. ما در حدود 15 نفر روحانیون هستیم که آمدیم پذیرایی کنیم. بسیار افتخاره که انسان نوکری امام حسین علیه السلام رو در مجلس امام حسین علیه السلام انجام بده. 13 محرم یکی از جلوه های عشق و محبت مردم یزد به سید و سالار شهیدانه. کاظم دهقانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد. خدمتتون عرض کردیم که در پی قطعه گسترده سامانه‌های فناوری اطلاعات، فعالیت شرکت‌های هواپیمایی، بانک‌ها و رسانه‌ها در سراسر جهان مختل شده. مقامات فرودگاه برلین اعلام کردند که پروازها در این فرودگاه با تأخیر مواجه شده. آژانس مدیریت مسافران در فرودگاه‌های اسپانیا هم اعلام کرده ما در سامانه‌های رایانه‌ای در همه فرودگاه‌ها با مشکل مواجهیم. مقامات فرودگاه آمستردام هم اعلام کردند که پرواز
های فرودگاه به دلیل نقص در سامانه های رایانه‌ای تحت تأثیر قرار گرفتن. همچنین بزرگترین شرکت بهره برداری راه آهن در انگلیس با مشکلات فنی گسترده مواجه بوده و در خصوص لغو پروازها در این کشور هم هشدار داده شده. حالا به لندن میریم و گفتگو میکنیم با همکارم آقای قاسم زاده. بفرمایید شبکه حمل و نقل ریلی و هوایی انگلیس چه میزان از این اختلال متاثر شده و دیگر کشورهای اروپایی به چه میزان خسارت دیدن از این اختلالی که به وجود اومده در سرتاسر دنیا؟ خب این اختلال که همچون که اشاره کردید در سطح جهانی بروز کرده، دامنگیر کشورهای اروپایی هم شده و بخش‌های مختلف خدمات اجتماعی رو از جمله خدمات مسافری، خدمات بانکی، همچنین خدمات بهداشتی و درمانی رو در برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس دچار اختلال کرده. فعالیت عادی در واقع شرکت‌های حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی در انگلیس دچار مشکلات عمده شدن. ده‌ها هزار مسافر در پایانه‌ها و همچنین فرودگاه‌ها سرگردان شدند. بسیاری از پروازها روی آسمان برای به زمین نشستن دچار مشکل شدند. بانک‌ها و بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصوصی خدماتشون بسیار مختل شد و اعلام شد برخی از اونها فعالیتشون فلج شده و خسارت زیادی به اونها وارد شده که هنوز خب برآورد نشده. ساعت‌های آینده معلوم خواهد شد که چه میزان خسارت داشته. سامانه ملی بهداشت و درمان انگلیس دچار اختلال شده و معاینه و درمان بیماران و همچنین برخی از عملهای جراحی دچار اختلال گسترده شده. عرض کنم خدمت شما که در بخش فروشگاهی هم بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای انگلیس دچار اختلال شد فعالیتشون و فقط میتونستن به صورت نقد کالاهاشون رو بفروشن. در پی اختلالات گسترده‌ای که در انگلیس ایجاد شد، حزب لیبرال دموکرات از دولت این کشور خواست جلسه اضطراری تشکیل بده تا ابعاد این موضوع رو بررسی کنه و همچنین تدبیر کنه که چگونه باید اختلالات ایجاد شده و پیامدهای اون رو بتونه مهار بکنه در فاصله‌ای که حالا این اختلال همچنان ادامه داره. بله، متشکریم از شما مجتبی قاسم زاده، همکارم از لندن. سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در روز پایانی سفر 4 روزه نیویورک با برخی از مقامات سازمان ملل متحد دیدار و درباره استفاده از ظرفیت‌های متقابل در عرصه بین‌الملل گفتگو کرد. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای دیدار و گفتگو با سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان به محل نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل آمد. علاوه بر او، دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه هم به منظور دیدار با آقای باقری در نمایندگی دائم ایران حضور یافت. در هر دو دیدار، سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان از جنایات رژیم صهیونیستی بر ضد مردم غزه ابراز نگرانی و بر ضرورت ایفای نقش جامعه جهانی برای توقف این جنایات تاکید کرد. آقای باقری تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و قصد این رژیم را برای گسترش جنگ به لبنان از دلایل این سفر و حضور در دو نشست شورای امنیت عنوان کرد. مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران هم در مورد ضرورت اجبار رژیم صهیونیستی برای توقف و پایان دادن فوری و بدون قید و شرط نسل‌کشی و جنایت در غزه و همینطور در مورد پیامدها و عواقبی که اشتباه و خطای راهبردی صهیونیست‌ها در تهاجم به لبنان متوجه اونها خواهد شد، به هر حال واقعیت‌هایی تبیین شد در نشست شورای امنیت. سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در همه برنامه‌هایش در این سفر 4 روزه از جمله در مصاحبه با 2 رسانه آمریکایی، دیدار با برخی از وزرای خارجه و مقامات سازمان ملل و همینطور در 2 نشست مهم شورای امنیت تاکید کرد که رویکرد جدی جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی، گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط با سایر کشورها به ویژه با کشورهای همسایه و منطقه است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
بایدن از ادامه حضور خود در انتخابات 2024 آمریکا سخن گفته. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری ABC نیوز مدعی شد نه تنها در مبارزات انتخاباتی میماند، بلکه میتواند جهان را هم اداره کند. با این حال نیویورک تایمز به نقل از منابع نزدیک به جو بایدن نوشته او به ناتوانی خود برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آگاه است و عجیب نخواهد بود اگر به زودی از کامالا هریس معاونش به عنوان جایگزین خود اعلام حمایت کند. دموکرات‌ها هم در تلاش برای قانع کردن بایدن از کنارگیری در انتخابات هستند. چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات در مجلس سنای آمریکا، به بایدن سفارش کرده برای مصالح حزب و کشور بهتر است از داوطلبی در انتخابات آتی کنارگیری کند. در روزهای اخیر انتشار خبر ابتلای رئیس جمهور آمریکا به کرونا و قرنطینه شدن بایدن گمانه‌زنی‌ها درباره کنارگیری او از انتخابات آتی را افزایش داده. با گسترش آتش‌سوزی جنگلی در استان ازمیر در غرب ترکیه، ده‌ها روستا از سکنه خالی شدند. آتش‌سوزی عصر دیروز آغاز شده و به علت وزش شدید باد به سرعت گسترش یافته. بنابر اعلام رسانه‌های ترکیه، صدها نیروی آتش‌نشان به همراه هواپیمای آب‌پاش، ده‌ها دستگاه، ماشین‌آلات سنگین و خودروی آتش‌نشانی برای اطفای حریق تلاش می‌کنند. وسعت آتش سوزی جنگلی در استان ازمیر ترکیه به حدی است که ارتش این کشور را هم درگیر کرده. دو روز قبل در آتش سوزی جنگلی منطقه‌ای در استان ازمیر سه روستایی جان خود را از دست دادند. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند سامانه هوشمند را برای پایش وضعیت باتری‌های مورد استفاده در صنایع طراحی کنند. بررسی برخط سلامت باتری‌ها، اعلام خطاهای احتمالی و افزایش طول عمر باتری‌ها تا 5 برابر از مزایای این محصول دانش بنیان است. یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای بهبود بهره‌وری باتری‌خانه‌های صنایع مختلف، نفت و گاز، بیمارستان‌ها و غیره، سامانه پایش قدرت طراحی و ساخته است. اینها الان به این صورت هست که توی باتری‌خانه‌ها یک کاربری هست، اپراتور تامین نگهداری هست که میاد و باتری‌ها رو به صورت دوره‌ای که هر 3 روز یا هر هفته اینها رو تک تک باتری‌ها رو که ممکنه تعدادش تا 250 تن باشه، اینها رو بررسی میکنه، ولتاژ و جریان و امپدانس داخلی اینها رو اندازه میگیره و اینها رو ثبت میکنه. وضعیت باتری ها به صورت همزمان و در لحظه پایش و خطاهای احتمالی اعلام میشود. محصول با سخت افزاری که داره به باتری نصب میشه، به تعداد باتری های مختلف میتونه نصب بشه. پارامترهای اساسی باتری از قبیل ولتاژ، دمای داخل باتری، امپدانس داخلی باتری، وضعیت میزان ظرفیت شارژ باتری و سلامت باتری رو میتونه تخمین بزنه. این سامانه طول عمر باتری ها را به اندازه قابل توجهی افزایش میدهد. با این سیستم اون هزینه طول عمر باتریه بین 40% تا بعضی وقتا اگه پایش به خوبی کامل انجام شه تا چند برابر، حتی تا 5 برابر طول عمر باتری افزایش پیدا میکنه و این خب یک سیو ذخیره کردن هزینه خیلی زیادی است. از ویژگی نرم افزار میشه به تحت وب بودن، قابلیت ارسال هشدارها به صورت پیامک، قابلیت گزارش گیری، مشاهده اطلاعات به صورت گراف و جداول اشاره کرد و همچنین این نرم افزار قابلیت مانیتورینگ اطلاعات باتری خونه هم داره که از جمله اونا میشه به دما، رطوبت و نشتی آب، سنسور دود و آتش اشاره کرد که این پارامترها هم تو عملکرد سیستم خیلی تاثیرگذار و مهم هستن. آقای دکتر، این دستگاه نمونه خارجی داره؟ چه مقدار مغروم به صرف است که اون رو داخل کشور داریم تولید میکنیم؟ نمونه خارجی هم هست، نمونه های آلمانی هست، نمونه آمریکایی هست. از نظر هزینه این تجهیز تقریبا، حالا میگم باز به تعداد امکانش بستگی داره، ولی بین 50-70% نمونه های خارجش هزینه شد. در روزهای گرم تابستان که احتمال قطعی برق بیشتر است، استفاده از سامانه پایش قدرت میتواند به بهینه سازی استفاده از منابع و سرمایه گذاری های انجام شده کمک کند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.